به خدا خیلی خوشمزه شده. بیلور درست کردم ما. نوش جونت. حالا میخوای چی کار کنی؟ تصمیم گرفتی یا نه؟ نمیدونم. همگی این همه مدت تو چشام نگاه کردن و به هم دروغ گفتن. فکر کن از وقتی با صدات ازدواج کردم. این واقعا خیلی کار بدی نیست. واقعا یعنی من اگه می بودم نمیتونستم این کارو بکنم. پس چرا تا الان منتظر موندی؟ میشه بگی؟ باور کن نمیدونم. واقعا نمیدونم چرا منتظر موندم. حتما ترسیدم. مثل همیشه. شاید فکر کردم جای دیگه ای برای رفتن ندارم. باور کردم هیچ کس غیر از مامانمو ندارم. الان برعکسش رو فکر میکنی؟ واقعا فکرم اینقدر به هم ریخته است که این که چه فکری میکنم، چه حسی دارم، همه با هم قاطی شده. انگار یه ابر بزرگ جلومه، هیچی رو نمیبینم. به نظرم تقدیرت داره کمکت میکنه. تقدیرم داره کمکم میکنه؟ آره. چه جور کمکی هست؟ راستش دیگه چی میتونست برات اتفاق بیفته؟ فکر میکنه دیگه چی میتونستی بشنوی؟ به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد، چون همه دارن دروغ میگن. همه یه دنیام زیر و رو شده. فکر میکنی چطور از پس این بر بیای؟ اینطور نیست؟ ولی واقعیت ماجرا اینطور نیست. واقعیت ماجرا چیه؟ خب برای اینکه بتونی به بالاترین نقطه برسی، باید به پایین نگاه کنی و از همونجا شروع کنی. راستش پایینم بعضی وقتا تاریکه، ترسناکه، درکت میکنم، ولی آدم راستش تو همچین جاهایی درست نمیتونه فکر کنه و ممکنه اتفاقایی که افتاده رو زیر سوال ببره و حتی نتونه بهش فکر کنه. خیلی قشنگ میگی، ولی نمیفهمم این آبروریزی چطور به نفع من میشه. اینم بگو بفهمم. خب اگه همچین چیزی رو نشنیده بودی، یعنی نمیتونستی بدون ترس همچین تغییر بزرگی رو تو زندگیت ایجاد کنی، نمیتونستی از شر این ترس خلاص بشی. راستش به نظرم لطف خداست. من بودم اینطوری فکر میکردم، چون همه چیو میتونی خیلی واضح ببینی. خدا بهت میگه ببین با توجه به اون رفتار کن، تصمیمتو با توجه به اون بگیر. چه بدونم از این به بعد به زندگیت یه جور دیگه نگاه کن. حق با توی. راستش از این به بعدش راحت تره. چه جوری راحته؟ راحته. یه راه هست، اونم مشخصه. اون راه چی هست؟ نباید به گذشته نگاه کنی، باید به آینده نگاه کنی و نسبت به اون رفتار کنی. این سخت‌ترین قسمت ماجرا نیست؟ نه، البته سخته، ولی انگار اونقدرم سخت نیست، چون افرادی نیستن که تو زندگی دخالت کنن و بهت تیکه بندازن. یا تو فکر کنی نکنه میخوان بهت تیکه بندازن و خجالت بکشی، مجبور باشی خودتو باش وفق بدی، چون که فکر میکنم دیگه نمیتونن تو زندگی دخالت کنن. یعنی از اون ابر ترسناکی که تو ذهنته خلاص میشی. راه مشخصه، یعنی دیگه حالا همه چی دست توه، میتونی به زندگیت ادامه بدی. تنها چیزی که میدونم اینه که دیگه به اون خونه بر نمیگردم. اونجا رو هیچ وقت مثل خونه خودم احساس نکردم. از یه طرفم فکر میکنم اصلا جایی رو مثل خونه خودم نمیدونم، انگار اصلا نشد. شانس منه دیگه. چیه؟ این چیه؟ کلید خونه است. خونه داریم.
اونجا مال من نیست. مال توه. من و تو داریم؟ حداقل من اینطور فکر نمی کنم. اینطوری فکر کن، اونجا یه خونه هست که دو تا اتاق داره، یکی مال من یکی مال تو. هر وقتم بخوای میتونی بیای و بمونی. اینطوری هم روی این مشکل خونه یه خط قرمز میکشیم. همین الان برمیگردیم اینو تو اتاقه. هیچ جا نمیتونی بری، تو جایی برای رفتن نداری، خونه تو اینجاست. خیلی ممنونم. این بی‌انصافی بزرگیه، میدونی که؟ چی بی‌انصافیه؟ تو همچین دوره‌ای، تو اومدی و وارد زندگی من شدی. وقتی همه چیز اینقدر به هم ریخته است که فکر منم به هم ریخته است. یعنی کاش هیچ وقت نمی اومدم؟ یعنی فکر میکنم اگه نیومده بودم زندگیت میتونست انقدر سخت نباشه، میتونست راحت تر باشه. چقدر متواضعی. خیلی ممنون. اما چقدر خوب شد که اومدی. من دیگه برم بالا. برای امروز زیادی خندیدم. آه، تو هم الان سوار ماشین میشی و میری خونه. خیلی سردته. اینجا نمون. از پنجره نگاه میکنم که رفتی یا نه. باشه، تو هم پس فکرتو درگیر نمی کنی و خودتو ناراحت نمی کنی. فقط باید خوش بگذرونی. فهمیدی؟ قول بده. باشه، قول میدم. تلاش میکنم. چی شد؟ میخوای چیزی بگی؟ ها؟ میگم فردا یه کاری بکنیم هایری. باشه میکنیم، ولی چی کار کنیم؟ قبوله؟ خب فردا بریم بیرون. یعنی پس هماهنگ میکنیم. باشه. آره، کجا و ساعت چند؟ باشه. یالا سوار شو، برو خونه. شب بخیر. شب بخیر.